خلاصه ی کتاب قورباغه‌ات را قورت بده، اثری از برایان تریسی، از کانال آموزشی لیل و ماجویا. با شنیدن خلاصه این کتاب می آموزید که چگونه در تمامی جوانب زندگی خود موفق باشید و در طول زمان کمتر کارهای بیشتری انجام دهید. حتما برای شما هم پیش آمده است که در یک روز آنقدر کار روی سرتان ریخته که جمله ای کاش در طول روز زمان بیشتری برای انجام کارهایم داشتم را به زبان آورده اید. اما واقعیت این است که هر روز از 24 ساعت بیشتر وقت نداریم و ما معمولاً با انبوهی از وظایف کاری و خانوادگی روبرو هستیم که موفق به انجام آنها با کیفیت بالا نمی شویم و در نتیجه همواره از زمین و زمان شکایت داریم. پس افراد موفق چگونه تمامی کارهای روزانهشان را به خوبی انجام می دهند؟ خوشبختانه جواب این سوال آنقدرها هم پیچیده نیست. شما باید بیاموزید که چگونه مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنید. این کتاب به شما می آموزاند که چگونه سخت‌ترین و مهمترین کارها را در ابتدا انجام دهید، منظمتر و متمرکزتر عمل کنید، اختیار زندگی خود را به دست گرفته و بهترین خود باشید. در این خلاصه کتاب به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: چگونه به سادگی بهره‌وری خود را تا 25% افزایش دهید؟ کدام کارها را باید اول انجام دهید؟ چرا باید آشپزها را الگو قرار دهید؟ فصل اول، برنامه ریزی، راز موفقیت هر هدف. نگاهی به اوضاع زندگی خود بیاندازید. هر روز از صبح تا شب با کوهی از وظایف کاری و مشغله های خانوادگی روبرو می شوید و حتی وقت سرخاراندن هم ندارید. پرسش مهم این است: هنگامی که باید از عهده همه کارها برایید، از کجا باید شروع کنید؟ پیش از آن که دست به عمل بزنید، باید اهداف خود را تعریف کنید. برای داشتن عمل کردی عالی، باید بدانید که دقیقاً چه کارهایی برای انجام دادن وجود دارند. اولین قدم برای مبارزه با اهمال‌کاری تعیین مهمترین وظایف است. بهتر است اهدافتان را مکتوب کنید. واقعیت این است که تنها 3% از افراد بالغ برنامه ریزی زمانی خود را طبق اهداف مکتوبشان انجام می دهند و 5 تا 10 برابر سایر مردم به موفقیت می رسند. حتی کسانی که تحصیلات عالیه دارند اما عادت به نوشتن اهدافشان ندارند، نسبت به اشخاصی که اهداف خود را می نویسند عملکرد ضعیف‌تری دارند. پس از تعریف اهداف، قدم بعدی برنامه ریزی زمانی است. اهداف خود را به مجموعه ای از گام‌های قابل انجام تقسیم کنید. از چک‌لیست یا فهرست یادآوری استفاده کنید و با کمک آن اهداف خود را مجسم کنید. هنگامی که به کارهای انجام شده نگاه می کنید، حس خوشایندی دارید و برای انجام باقی کارها مصمم می شوید. جالب است بدانید که با نوشتن فهرست کارها می توانید تا 25% بهره‌وری خود را افزایش دهید. هنگامی که طبق برنامه از پیش تعیین شده عمل می کنید، زمان زیادی را صرف جویی می کنید. در آخر، با استفاده از قانون 80-20 معروف به اصل پارتو، عملکرد خود را بهبود ببخشید. طبق این قانون، هر فهرست 10 تایی از کارها باید شامل 2 کار خیلی مهم نسبت به باقی کارها باشد که باید بر روی آنها تمرکز کنید.
اکثر مردم به اشتباه در ابتدا بر روی کارهای آسان، یعنی 80% کارها تمرکز می کنند و 20% دیگر را که از اهمیت بالایی برخوردارند پشت گوش می اندازند. فصل دوم، اولویت بندی. حال که می دانید چه کارهایی می خواهید انجام دهید و فهرستی از آنها تهیه کرده اید، پرسشی که پیش می آید این است: چگونه کارها را با بازده بالا انجام دهید؟ اولویت بندی پاسخ این پرسش است. باید تعیین کنید که کدام کارها اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند و باید زودتر انجام شوند. برای اینکه بفهمید کدام کارها را در اولویت قرار دهید، در ابتدا به عاقبت آنها فکر کنید. چه چیزی می خواهید به دست آورید؟ چشمان خود را ببندید و آینده خود را در ذهن مجسم کنید. در چه وضعیتی قرار دارید؟ افرادی که آینده خود و احساسی که خواهند داشت را متصور می شوند، تصمیم های هر روزه بهتری می گیرند. تحقیقات این گفته را تایید می کنند. در حقیقت پژوهشی که در دانشگاه هاروارد انجام شد نشان داد که داشتن اهداف و تفکر بلند مدت مؤثرترین عامل پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی است و از عواملی نظیر میزان تحصیلات، نژاد و هوش مهمتر است. برای آنکه به اولویت های زندگیتان پایبند بمانید، از روش ABCDE استفاده کنید. در این روش فهرستی از کارهای خود تهیه کنید و به هر یک حرفی از A تا E اختصاص دهید. A برای کارهایی است که بالاترین اولویت را دارند و E برای آنهایی است که در صورت کمبود وقت می توانند نادیده گرفته شوند. تماشای یک سریال تلویزیونی مثالی از کار با نشان ای و تکمیل رزومه و جستجو برای شغل جدید مثالی از کار با نشان ای است. هنگامی که به فهرست کارهای خود نگاه می کنید، کارهای با نشان ای که احتمالاً کارهای سختی نیز هستند، همان قورباغه های شمایند. اول آنها را قورت دهید. کارهای با نشان A را در ابتدا انجام دهید و تا آنها را به پایان نرسانید متوقف نشوید. این گونه است که به موفقیت می رسید. تمام عزم و اراده خود را برای رسیدن به اهدافتان به کار گیرید. برای مثال فرض کنید که بالاترین اولویت شما یا قورباغه شما اقدام برای گرفتن یک موقعیت شغلی جدید است. برای رسیدن به آن باید کارهای بسیاری از جمله گردآوری توصیه نامه ها، بازنگری و اصلاح رزومه انجام دهید. در نتیجه تا آخرین لحظه بر روی کار خود متمرکز بمانید. اگر کار بر روی رزومه تان را شروع کنید اما در حین آن سرگرم خواندن پیام‌ها یا ایمیل‌های خود شوید، زمان زیادی را از دست می‌دهید. تا زمانی که کارهای مهم خود را به پایان نرسانده‌اید، هیچ کار دیگری را انجام ندهید. فصل سوم، آمادگی، خودشناسی و یادگیری کلید راه پیشرفت و ترقی. بهره‌وری بالا تنها از طریق برنامه ریزی خوب به دست نمی آید. در این راه شما باید همواره در حال یادگیری باشید و آماده باشید تا از راه‌های بهتر و مفیدتری برای پیاده سازی برنامه‌هایتان استفاده کنید. توصیه‌های مختلفی وجود دارند که شما می توانید به کمک آنها خود را با شرایط جدید وفق دهید و آمادگی لازم
برای روبرو شدن با آموزه‌های جدید را داشته باشید. برای انجام کارهای خود جایی را انتخاب کنید که به راحتی بتوانید خودتان باشید و برای خودتان تصمیم گیری کنید. اگر محل کارتان تمیز و مرتب باشد، احساس راحتی بیشتری می کنید و عملکرد بهتری دارید. پس اگر بر روی میز کارتان گرد و خاک نشسته است، دستمالی برداشته و آن را پاک کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی ابزار و وسایلی که برای انجام مهمترین کارهایتان نیاز دارید در دسترس باشند. در این مورد آشپزها را الگو قرار دهید. به یک برنامه آشپزی دقت کنید. هیچ آشپزی بدون آنکه تمامی مواد اولیه و وسایل آشپزی مورد نیازش آماده نباشند، شروع به آشپزی نمی کند. شناخت مهارت‌های خود بخش مهمی از خودشناسی است. هر کسی استعداد منحصر به فرد خود را دارد. استعدادهای خود را کشف و آنها را شکوفا کنید. مهارت خاص شما ممکن است برای دیگران بسیار مفید باشد. برای مثال ممکن است روابط عمومی بالا، توانایی حل مسئله یا آشنایی با زبان خارجی داشته باشید و دیگران از اینکه با شما کار کنند خوشنود خواهند شد. با پرسیدن سوال‌های مناسب توانایی‌های خود را کشف کنید. انجام چه کاری برای شما آسان و برای دیگران سخت است؟ تا به حال چه عواملی باعث شده اند به جایگاه کنونی خود برسید؟ به یاد داشته باشید که همواره می توانید در کارهای خود پیشرفت کنید. پس هیچگاه از بهبود و اصلاح خود دست نکشید. همچنین همیشه به یادگیری ادامه دهید. مهارت‌های خود را تقویت کنید تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. موقعیت‌هایی که برای یادگیری دارید را شناسایی کنید. برای مثال سالیانه هر راننده به طور متوسط 500 تا 1000 ساعت در حال رانندگی است. از این زمان به خوبی می توان برای یادگیری و تقویت مهارت‌ها استفاده و به برنامه‌های صوتی از جمله کتاب‌های صوتی، پادکست‌های آموزشی و برنامه‌های آموزش زبان گوش کرد. از هر موقعیتی که دارید نهایت استفاده را ببرید. فصل چهارم، نظم شخصی و خوشبینی لازمه عملکرد عالی. موفقیت بدون نظم و آموزش بی‌معناست. شاید این جمله دیالوگی از یک فیلم درباره کونگ فو به نظر برسد، اما در واقع در مورد تمامی جوانب زندگی صادق و بسیار مهم است. بدن شما موتور موفقیت شماست. این را هرگز فراموش نکنید. یک دستگاه با تعمیر و نگهداری خوب عملکرد بهتری دارد. پس از خودتان مراقبت کنید. هنگامی که انرژی زیادی از نظر فیزیکی و ذهنی دارید، بسیار اثر بخشتر کار خواهید کرد. البته مهم است که خود را خسته نکنید. آیا می دانستید که بهره‌وری شما بعد از 8 ساعت کار مداوم رو به افول می رود؟ انسان نیز مانند یک دستگاه که مدت طولانی کار کرده است فرسوده می شود. از اهمیت استراحت کافی غافل نشوید، زیرا در کارایی شما تأثیر می گذارد. اطمینان حاصل کنید که هر شب به میزان نیاز خواب داشته باشید. نکته مهم دیگر آن است که بفهمید چه زمانی از روز بالاترین بهره وری را دارید. اکثر مردم صبح هنگام بعد از یک خواب شبانه خوب بهترین عمل کرد را دارند. شما چه زمانی از روز خلاق و هوشیارتر هستید؟ در آخر بیاموزید که چگونه انگیزه
خود را بالا نگه دارید. افکار شما تأثیر بسیاری بر احساساتتان می گذارند. پس سعی کنید همواره حامی درجه یک خود باشید و با افکار مثبت خود را یاری دهید. در واقع 95% از عواطف ما نتیجه نحوه صحبت کردن ما با خودمان است. افکار شما واقعیت شما را می سازند. پس سعی کنید خوشبین باشید. چگونه؟ در هر موقعیتی دنبال نکته خوب و مثبت بگردید. از شکست های خود درس بگیرید. در مواجهه با مشکلات در جستجوی راه حل باشید. مثبت اندیشی منبع قدرت شماست و کمک می کند اعتماد به نفس بالاتری داشته و خلاق‌تر باشید. پس مرتب به خود بگویید که چقدر فوق‌العاده اید. حتی اگر در ابتدا این جمله برایتان باورپذیر نباشد، به تدریج در ناخودآگاهتان تأثیر می‌گذارد و آن را باور می‌کنید. همچنین در رویارویی با وظایف چالش برانگیز نیز بهتر عمل می‌کنید. اهمال‌کاری خلاقانه و سازنده بخش مهم دیگری از نظم شخصی است و به این معناست که شما آگاهانه انتخاب می کنید که کدام کارها را می توانید عقب بیاندازید و دیرتر انجام دهید. اکثر انسانها کارهای مهم خود را پشت گوش می اندازند. در مقابل انسانهای مؤثر آگاهانه و از روی عمد کارهای با اهمیت کمتر مانند تماشای تلویزیون را به بعد موکول می کنند. بسیار مهم است که بتوانید کارهای غیر مهم را از کارهای مهم تشخیص دهید و تفکیک کنید و آگاهانه از انجام آنها صرف نظر کنید. فصل پنجم، شناخت و غلبه بر موانع. برنامه ریزی برای موفقیت از رسیدن به آن به وضوح آسان تر است. وقتی که در مسیر خود پیش روی می کنید، با انواع و اقسام مشکلات روبرو می شوید که اصلا فکرشان را هم نمی کردید. چگونه می توانید بر آنها چیره شوید؟ در ابتدا آنچه را که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود، پیدا کنید. این موانع می توانند اطرافیان، ضعف‌های شخصی یا کمبود منابع باشند. اگر اجازه دهید، تقریبا هر چیزی می تواند مانعی بر سر راه شما باشد. اما به این نکته توجه کنید. ممکن است وسوسه شوید که دنیای بیرونی و اطرافیانتان را مقصر شکست‌های خود بدانید. مردم اغلب هنگامی که در شرایطی دشوار گیر می کنند از وضعیت کار یا خانوادهشان شاکی می شوند و آنها را ریشه همه مشکلاتشان قلمداد می کنند. پس از عوامل محدود کننده داخلی خود غافل نشوید. در ابتدای راه ممکن است مهارت‌ها، تجربه یا توانایی‌های لازم برای دستیابی به هدفتان را نداشته باشید. اینکه بخواهید تقصیر را گردن دیگران بیاندازید و از خود سلب مسئولیت کنید کار بسیار ساده است، اما قدرتمندترین موانع بر سر راه شما درونی هستند. در این مرحله طبیعی است که به خاطر تمام چیزهایی که باید بهبود دهید گیج شوید و حس کنید که در تله افتاده اید. در چنین وضعیتی در هر قدم تنها بر روی یک کار تمرکز کنید و یک به یک پیش بروید. بدین صورت آرام و پیوسته پیشرفت خواهید کرد. کار اول را به اتمام برسانید، سپس به سراغ کار بعدی بروید. این مسئله در مورد تمرینات ورزشی قدرتی و تناسب اندام نیز صدق می کند. شما
از روز اول نمی توانید وزنه های سنگین را بلند کنید، اما اگر هر روز ورزش کنید و به تدریج پیش بروید، مدام قوی و قوی تر می شوید تا جایی که می توانید وزنه هدف خود را بلند کنید. خود را دست کم نگیرید و برای خود اهداف والا تعیین کنید. منتظر افراد دیگر مانند رئیس یا خانواده تان نمانید تا به شما بگویند چه کنید و شما را به جلو هل بدهند. سرچشمه انگیزه خود باشید. ترفندی انگیزشی. تصور کنید با خبر شده اید که فردا باید به سفر بروید. قبل از رفتن چه کارهایی وجود دارند که حتما همین امروز باید انجام دهید؟ آنها را فهرست کنید. آنها همان کارهایی هستند که همین الان باید به آنها رسیدگی کنید. از این ترفند مرتب استفاده کنید تا به آن عادت کنید و قورباغه خود را منظم قورت دهید. اگر بتوانید بی وقفه این کار را انجام دهید، شما نیز جزء آن دو دسته از افرادی می شوید که بدون نیاز به نظارت دیگران کار می کنند. اسم این افراد رهبر است. فصل ششم، تسلط بر زمان شخصی یا مدیریت زمان. در فصل دوم گفته شد که اهداف خود را به گام‌های کوچکتر تقسیم کنید، اما متاسفانه همیشه امکان تقسیم یک کار به کارهای کوچکتر ممکن نیست. کارهای بزرگ معمولاً نیازمند توجه و تمرکز طولانی مدت و بی‌وقفه هستند. یک راه دیگر برای افزایش بهره‌وری وجود دارد. اگر شما نیز تا به حال دغدغه زمان داشته اید و حس کرده اید که زمان کافی برای انجام همه کارهای مهم خود را ندارید، با این راه آشنایی دارید. مدیریت زمان. در ادامه این فصل با تعدادی از ترفندهای مدیریت زمان آشنا می شوید. یک تصویر واضح از هر روز خود در ذهن داشته باشید. اگر در برنامه ریزی اثر بخش زمان خود با مشکل روبرو هستید، با خود قرارهای مشخصی بگذارید و به آنها پایبند باشید. برای مثال فروشنده موفقی را در نظر بگیرید. موفقیت او یک شبه به دست نیامده است. او هر روز ساعات مشخصی را به تماس تلفنی با مشتریان و شنیدن نظرات آنها اختصاص می‌دهد و هیچگاه از قراری که با خود گذاشته است سرپیچی نمی‌کند. هر روز خود را به بخش‌های زمانی مشخص تقسیم کنید. در مثال فروشنده، او ممکن است چنین برنامه‌ریزی داشته باشد: 9 تا 12 پیگیری مشتری‌های احتمالی. ساعات اولیه روز خود را به کارهایی مانند بررسی و خواندن نامه‌های الکترونیکی اختصاص دهید که می‌توانید به تنهایی انجام دهید و باقی کارها را برای محل کار بگذارید. برنامه‌ریزی بسیار ضروری است، اما بیش از حد برای دست به کار شدن صبر نکنید. حالت ذهنی که آن را اوج گویند یا زمان اوج بازدهی کاری و غرق در کار شدن را تنها زمانی تجربه خواهید کرد که بی وقفه و مستمر مشغول کار کردن باشید. حالت ذهنی اوج هنگامی رخ می دهد که ایده ها به آسانی به ذهنتان خطور می کنند. در این حالت خلاق ترید و عمل کرد بهتر و راحت تری دارید. یکی از راه‌های ورود به این حالت ذهنی داشتن حس اضطرار برای انجام کاری است که باید انجام دهید. حس اضطرار باعث می‌شود که بخواهید هر چه زودتر وظیفه در دست را تمام کنید. وقتی در چنین حالتی قرار گرفتید، دیگر معطل نکنید و دست به کار شوید.
قورباغه تان را قورت دهید. شما به تدریج یک انگیزه درونی پیدا می کنید که شما را به فراتر از حدود کنونیتان می برد. راه درست را انتخاب کنید و متعهد باشید تا به اهداف خود برسید. شما به خلاصه کتاب قورباغه‌ات را قورت بده، نوشته برایان تریسی، از کانال آموزشی لیلو ما جویا گوش کردید و آموختید که اهمال کاری را با این چند گام شکست دهید. خود را بشناسید. خواسته هایتان را شناسایی کنید. قورباغه هایتان را قورت دهید، یعنی مهمترین کارهایتان را انجام دهید، حتی اگر انجام دادن آنها برایتان خوشایند نیست. با محدودیت های خود مقابله کنید. اگر قورباغه تان بزرگ است، آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید، بعد قورت دهید. برنامه ریزی زمانی داشته باشید. در این صورت می توانید کارهای بیشتری در زمان کمتر انجام دهید و در آن موفق باشید. پیشنهاد کاربردی: فهرستی از کارهای روزانه خود تهیه کنید. افرادی که از روی یک فهرست می دانند چه کارهایی باید انجام دهند، نسبت به آنهایی که چنین نمی کنند مؤثرتر هستند. فهرست کارهای روزانه شما را در مسیر درست نگه می دارد. همچنین با نگاه کردن به آن و دیدن کارهای انجام شده در آخر روز، به شما حس بسیار خوشایندی می دهد. پیشنهاد مطالعه بیشتر: کتاب 15 راز مدیریت زمان، نوشته کوین کروس، با صدای خانم ساناز اکبری، از کانال لیل و ماجویا. از کتاب 15 راز مدیریت زمان خواهید آموخت که افراد موفق نسبت به سایر افراد متفاوت هستند. آنها عملکرد بهتری در مدیریت زمان خود دارند. اما امروزه مدیریت زمان مفهوم و تعریف جدیدی پیدا کرده است و تنها به معنی استفاده بهینه از زمان نیست، بلکه درباره ارزش‌ها، اولویت‌ها و عادات ثابت هر شخص است. کوین کروس، نویسنده مطرح نیویورک تایمز و مجله فوریز و برنده جایزه کارآفرین برتر مجله و مؤسسه اینک، با تلفیق مهارت‌های نویسندگی و مدیریت خود به جستجوی عوامل مشترک موفقیت در زندگی افراد برجسته و مطرح می پردازد. این افراد از ذهنیتی مستحکم پیروی می کنند و از هر دقیقه نهایت استفاده را می برند. با سپاس، علیرضا میر هستم از تیم آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهید.